الله يا الله سبحان الله، الله يا الله والحمد لله، الله ولا اله الا الله، الله يا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين المسألة الثانية عشرة في أقسام التوبة مسألة الدوازدهام در أقسام التوبة است. قال والذنب إن كان في حقه تعالى من فعل قبيح كفى فيه الندم والعزم وفي الإخلال بالواجب اختلف حكمه من بقائه وقضائه وعدمهما مرحوم خاجه میفرمن گناه اگر از گناهان حق الله تعالی باشه که فعل قبیحی رو انجام داده خب کافیه که ندامت و عزم بر ترک در آینده داشته باشه و اما در اخلال به واجب مثلا نمازش رو نخونده حکمش مختلفه گاهی هنوز وقت باقیه و باید انجام بده گاهی باید قضاش به جا بیاره گاهی چیه دیگه نه قضا داره نه ادا و انکان فی حق آدمی جن استتبع ایصاله ان کان ذا ظلما او العزم علی مع التعذر او الارشاد ان کان اضلالا و لیس ذلك اجزا می که اما اگر گناه از حق الناس و در حق آدمیان بود این به دنبال خود خواهد داشت ایسال حق را به او اگر ظلم باشه یا باید عزم بر اون داشته باشه اگه نمیتونه که اون ظلم رو چیه جبران کنه یا ارشادش کنه اگه گمراهش کرده و اینهایی که گفتیم اجزاء توبه نیستن اینها یک واجبات دیگهی هستن که بعد از توبه باید انجام بده اقول و التوبت اما اما انتکون من ذنب یتعلق به تعالی خاصه میگویم که توبه یا درباره گناهی است که متعلق به خداست بالخصوص و حق الناس درش نیست او یا تعلق به حق الادمی یا این حق انسان هم درش چیه تعلق یافته و اول اما ان تکون ان فعل قبیح اولی یا اینکه فعل قبیحی است که شرب الخمر مثلا رفته شراب خورده و زنا زنا انجام داده او اخلال به واجب یا اخلال به واجب کرده کتر که و زکات که سلات و زکات رو انجام نداده و ترک کرده فالاول و یکفی توبت منه ان ندم علی و العزم علی ترک العود الی در اون قسم اول کافی است توبه در توبه کافی است ندامت بر آن و عزم بر ترک بازگشت به آن گناه و اما ثانی اما در مورد دوم فتختلف و احکامه احکامش مختلف می شود به حسب القوانین شرعیه به حسب قوانین که شرع تعیین میکنه کنه فمنه ما لا مع التوبه منه من فعلی اداءن کز زکات یا از این چیزهایی که بعد از این که انجام نداده توبه باید بکنه ناچار باید چیه؟ فعل اون رو انجام بده به نحو ادا یعنی زکات رو باید به گردنش مونده بره بده و قضا نمیشه باید به ادا بده و منهما یجب و معهل قضا کسلات الیومیه یه قسم دیگرش اونیه که چیه؟ باید قضاشو به جا بیاره مانند نمازی که دیروز نخونده امروز باید قضاشو به جا بیاره و من هم از خطان ان یه چیزایی که نه ادا و نه قضا لازم انجام بده کل ایده این مانند نماز ایده فطر و قربان بنابراین که بگیم واجبه و ها الاخیر اخیر یک فی فیه ندم این دوتای آخری کفایت میکنه در اون ندامت پشیمانی و العزم علا ترک المعاواده که دیگه بازگشتن به اونها نداشته باشه این که در فعل قبیح باید چیه این دوتا رو داشته باشه و اما ما یتعلق به حق الادمی فید بفی الخروج و من اما اون چیزهایی که درش حق آدمیه واجب است در اون توبه خروج از اون حقوق کند در اون اش از اونها بیاد خارج و انکان اخذ مال وجب رد دو اگه مال کسی رو گرفته و قصب کرده واجه به او رد کنه وجب رد علی علا مالکه به مالکش برگردونه او علا ورثته یا به وارثانش بده این ماته اگر اون شخص مرده باشه لو لم یتمکن من ذالک وجب العزم علی اگر هم یک جایی رفته یا اونا رو نمیشین گم شدن نمیتونه مال رو بهشون برگردونه لاقل باید نیتش رو داشته باشه که چیه که بهشون بده و مال رو برگردونه و کذا انکان حد قذفین همچون اگه حد قذف باشه باید چیه یا برگردونه یا نیتی باشه که برگردونه و انکان قصاصن ولی اگر قصاص باشه وجب الخروج الیه من واجب است که از این قصاص خارج بشه به گونه ای که به ان یسلم نفسه و الى اولیاء المقتول بیاید بگه بابا شما رو من کشتم شما نمیدونید حالا میخواید قصاص کنید یا ببخشید یا دیه بگیرید اختیار با شما فا اما ان یقتلو او یعفو عنه بلدیه او بدونه ها بله یا اینکه میان چکار میکنن اینها اینو میکشن یا اینکه عفش میکنن یا اینکه دیه میگیرن و اینها و این کان فی بعض الاعضاء واجب تسلیم و نفسه ولی اگر مثلا دست کسی رو قطع کرده واجبه که بیاد خودش رو تسلیم کنه تس من تا اینکه قصاص بشود فی کل العود در همون عود قصاص بشه الی مستحق من المجنی علی اول ورثه یا خود شخص یا ورثش بیان و این رو چیه قصاصش کنن و این کان اگر رفته کسی رو گمراه کرده ادعای نبوت کرده ادعای پیامبری کرده مسئله شرعی رو غلط گفته و مردم رو گمراه کرده و ادعای باطلی کرده مکتبی ساخته فلسفه و نمیدونم مرامی ارائه داده این کان وجب ارشاد من از الله توبش به اینه که هم ترک کنه هم نادم بشه و هم از بر عدم عود داشته باشه و هم بیاد اینا رو ارشاد کنه بگی آقا من شما رو گمراه کردم حقیقت اینه و من اشتباه کردم و رجوع و اما اعتقاد و به سببه که این رجوع حاصل بشه از اون چیزهایی که به سبب گمراهی و گمراه کردن این اونا معتقد شدن من الباطل این امکن ذالک از باطل دست بردارن اگر این امکانش باشه و علم ان هذه یه نکته ای که اینجا بعد نیست تذکر بدیم ما روایاتی داریم یا روایتی داریم که کسی ادعای نبوت کرده و بعد اومده توبه کرده توبهش قبول نمیشه الا اینکه بره تمام کسانی رو که مردن بر این عقیده باطل اونا رو زنده کنه و اونا رو ارشاد کنه این روایت ظاهرا به این معنا نیست که مطلقا توبهش قبول نیست این میخواد شدت و عظمت این گناه رو بگه که میخواد بگه اگه هم یک گناه انجام میدید اقل ادعای نبوت امامت نباشه این خیلی عظیمه این خیلی بزرگه این توبه از این نمی کنید دیگه بعد مرید پیدا کردید بر نمی گردید یا مثلا موفق به توبه نمیشید یا امثال اینا ولی این که توبه مطلقا قبول نشه خب هر چیزی خلاصه توبهش قبول میشه راه بازگشت به خدا باز رحمت خدا هیچگاه پایان نداره و چون این انسانی باید از خدا بخواد بگه خدای حالا دیگه من دستم کوتاه خودت جبران کن و اونها رو هم نجات بده اگه اونها واقعا به جهل مرکب اگر اونها به جهل مرکب مردن خب مستضعفن و روز قیامت اونها چیه امتحان میدن ولی این شخص هم توبه شو انجام بده و ناامید از رحمت خدا نباشه وعلم ان هاذ توابع لیست اجزاء من التوبه البته این توابعی ای که گفته اینا جزء توبه نیستن توبه همون چیه ندامت و عزم بر عدم بازگشته فان العقابه به بالتوبه همین که آمد توبه کرد و نادم شد و تصمیم بر عدم بازگشت گرفت دیگه اون عقاب گناهش از بین میره ثم ان قام المكلف بالتبعات كان ذلك اتماما للتوبه من جهت المعنى اگر آمد و قضاشو به جا آورد و حقوق مردم رو داد این توبهشو کامل میکنه از حیث چی معنا توبه رو کامل میکنه نه اینکه اون اول اصلا توبه نبوده لان ترک تبعات لا یمنع من سقوط العقاب بالتوبه اما تاب من بل یسقط العقاب و یکون ترک القیام بالتبعات به منزله ذنوب مستعنفه تلزم توبه منها زیرا ترک تبعات اینها مانع از سقوط عقاب به توبه نمیشه اگر کسی آدمی رو کشته حالا آمده توبه کرده دیگه عقاب اون کشتن از بین رفته ولی اگه نمیره برای قصاص خودشو تسلیم کنه این یه گناه جدیدیه داره انجام میده این بحث دیگه ایه مانع از سقوط عقاب با توبه از اون چیزی که توبه کرده نمیشه بلکه ساقت میشود عقاب آن گناه و ترک قیام به تبعات به منزله گناهان جدیدی است که لازم می آید از اینو هم توبه کنه اگه توبه نکنه این گناه جدید رو داره اقاب میشه نعم اتائب و اذا فعلت تبعات بعد اظهار توبته کان ذالک دلالتا علی صدق ندم اگه اومد و بعد از توبه رفت و جبران مافات هم کرد معلوم میشه توبهش واقعا صادقانه است توبه وقتی که این آقای تای بعد از توبه بیاد انجام بده تبعات را بعد از اظهار توبهش این دلیل بر اینه که واقعا توبه و ندامتش صادقانه است و ان لم یقوم به ها اگر نیومد این کار رو انجام بده و قیام به اون عمل نکرد امکن جعل و دلالتا علا عدم صحت ندن میشه بگیم این نشانه بر اینه که این واقعا توبه نکرده قال و یجب الاعتذار الى المختاب مع بلوغه میفرمایند که اگر از کسی غیبت کرده باشیم بعد از اینکه توبه کردیم دو حال داره یا این غیبت ما به او رسیده و خبر شده یا خبر نشده اگه خبر شده باشه باید او رو هم بریم راضی کنیم و ازش معذرت خواهی کنیم اقول المغتاب اما ان یکون قد بلغ تیابه اولا یا اینکه غیبت او را کردن به او رسیده یا نرسیده و یلزم علی الفاعل للغیبه و لازم میاد بر اون کسی که آمده غیبت شخصی را کرده فل اول الاعتذار منه الی در جایی که خبرش بهش رسیده باشه واجه بره معذت خواهی بکنه و او رو راضی کنه لانه او شلعه الیه ضرر الغم چون ضرر غم و ناراحتی رو به اون رسانده فوجب علیه الاعتذار من باید بیاد با این اعتذاری که میکنه اون غم رو از او ببره و ندم علیه که من پشیمان شدم اینو بهش اظهار کنه و فثانی لا زمول الاعتذار اما در جایی که خبر نرسیده باشه به اون شخص غیبت شده واجب نیست که بره اعتظار انجام بده ولل استحلال من لازم نیست بره بگه آقا ما رو حلال کنید راضی باشید لانه لم یفعل به علمن چون علمی به اون نرسیده که بخواد جبران کنه بلکه الان که به غیبتتون رو کردیم تازه اون ناراحت میشه که ای آبروش پیش مردم رفته و فی کل القسمینه یجد <تصفح> <تصفح> و فی کل القسمین یجب الندم لله تعالا، لمخالفته نهی و العزم على ترک المعاوده در هر صورت چه غیبت به اون شخص رسیده باشه چه نرسیده باشه واجبه که این آقا پشیمون بشه برای خدای تعالی چون مخالفت نهی خدا کرده و همچنین باید عزم بر ترک بازگشت به گناه رو بگیره قال و فی ایجاب تفصیل مع الذکر اشکالون میفهمن و در این که آیا واجب است توبه کردن به طور مفصل در زمانی که همه گناهانش یادش باشه یا نه اگه ما از همه گناهامون توبه میکنیم دیگه لازم نیست تک تک بگی از شراب خوردن توبه میکنم از دزدی از غیبت از درو میگه اینجا اشکالی است و ما واجب نمیدونیم اقول ذهب قاضی القضات الى ان تائب ان کان عالما به ذنوبه على التفصیل وجب علیه توبه عن كل کل واحد منها مفصلا قاضی گفته کسی که توبه میکنه اگر عالم به گناهان خودش باشه به طور مفصل واجب بر او توبه از هر یک از اون گناهان به طور مفصل و تک تک و این کان یعلمه علل اجمال وجب علیه تقبت و کذالک مجملن ولی اگر میدونه که بابا یه دزدی هایی کرده از کی بوده کجا بوده چی تاریخی بوده نمیدونه اینها رو اینجا واجب است که چیه توبه اجمالی بکنه و این کان یعلا بعضا و علی تفصیل و بعضا علی الاجمال واجب علیه تقبات عن المفصل به تفصیل و عن المجمل به اجمال ولی اگه بعضی ها رو میدونه که تفصیلا چی بوده بعضی ها رو اجمالا میدونه واجبه که از اون مفصل به تفصیل توبه کنه و از اون مجمل به اجمال و واستشکل المصنف رحمه الله ایجاب تفصیل مع الذکر مرحوم مصنف فرموده این محل اشکاله ولو همه رو با هم یادش باشه تفصیلا تو به یک باری از بکنه کافیه مع الذکر لامکان الاجزاء به ندم علا کل قبیح و غمین و ان لم يذكره و مفصلن مرحوم مصنف فرمودن نه ما اینو اشکال داریم قبول نداریم زیرا اشکالی نداره ممکنه که همین ندامت بر همه قبائح با هم دیگه کافی باشه و ذکر تفصیلی لازم نباشه قال و فی وجوب تجدید اشکالون قال و فی وجوب تجدید اشکالون مسئله بعدی اینه که آیا هر زمانی که اون گناه یادش اومد دو باید توبه کنه یا نه همون اول توبه کرده کافیه اقول اذا تاب المکلف عن معصیت ثم ذکره هل یجب علیه تجد توبه وقتی که مکلف از یک معسیتی توبه کنه بعد دو مرتبه یادش بیایه قال <تصفح> و فی وجوب تجدید اشکالون میفرمایند که آیا هرگاه یادش اومد باید دو توبه کنه یا همون توبه اول کافی میگن اینم اشکالی درش هست و ما قبول نداریم اقول اذا توب المكلف عن معصیه ثم ذکرها هل يجب عليه تجديد توبه میگویم وقتی که مکلف از معصیتی توبه کرد بعد یادش اومد آیا واجب دو مرتبه توبه رو تجدید کنه یا نه قال ابو علی نعم بنا ان ارى ان المكلف القادر قدرتن لا ينفك عن الذدين اما الفعل او ابو علی جوابی گفته که بله بنا بر اینکه خلاصه کسی که مکلف قادر به قدرته هم. همیشه یکی این دو حالت رو داره دیگه یا خلاصه پشیمان از گناه هست یا پشیمان نیست نمیشه بگیم تو یه بار پشیمان شدی دیگه الان لازم نیست پشیمان باشی خب لازم نیست پشیمان باشی یعنی چی یعنی پشیمان نباشی یا باید پشیمان باشی یا نباشه دیگه شو یا خودشو باید چیه انجام بده بنابراین اینکه پشیمان نباشه ضد توبه است پس باید چه دو مرتبه های تا یادش اومد با دو مرتبه بگه پشیمانم 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 نه اینکه به زبان بگه یعنی در دلش پشیمان باشه اما الفعل او ترک فا این در ذکر هر وقت که یادش میاد که مثلا پنج سال پیش دزدی کرده اما ان یکون نادمن علیها، او مستران علیها یا باید پشیمان باشه یا نه پشیمان نباشه و اصرار بر اون داشته باشه و ثانی قبیحون و اینکه پشیمان نباشه و اصرار بر اون داشته باشه چیه؟ قبیحت فیجب الاول پس واجبه که بگیم تجدید توبه هم همیشه لازمه و قال ابو هاشم اما ابو هاشم جبایی گفته چی؟ گفته لا یجب و لجواز خلو و القادر به قدرت انهما ابو هاشم گفته نخی واجب نیست که همیشه تجدید توبه کنه چون می شود که قادر خالی از هر دو باشه نه اینکه یا باید پشیمان باشه یا پشیمان نباشه میگه نه اینجور نیست میتونه پشیمان باشه میتونه اصلا هیچ چیز التفات به این مطلب نداشته باشه حتی اگر التفات هم پیدا کرد بی تفاوت باشه نه اینکه حتما باید بگی یا بگو پشیمانم یا بگو پشیمان نیستم در دلت میگه نه لزومی نداره قال و کذ المعلول مع الا میفرمایند و همچنین معلول با علت آیا در اینجا باز باید از هر دو با هم دیگه توبه کنه همین که علت پدید آمده یا نه تا زمانی که معلول پدیدار نشده توبه لازم نیست اینجا باز اختلافی شده حالا توضیحش رو مفصل مرحوم علایی میفرمایند اقولو و اضافه فعل المكلف على العله قبل وجود المعلول هل یجب علیه الندم علی المعلول او علی العله عل او علیهما میفهمن که اومد مکلف ما یه کاری انجام داد مثلا فرض کنید که چین اومد یه تیر رو پرتاب کرد و این تیر هنوز نرسیده به اون طرف که کشته بشه آیا باید هم از پرتاب کردن تیر توبه کنه و هم از کشته شدن اون یا نه اون کشته نشده که بخواد توبه کنه از یکی یا هر دو آیا زمانی که مکلف چه انجام داد علت را قبل از وجود معلول آیا واجب است که نادم بر معلول هم باشه در حالی که هنوز معلول تحقق پیدا نکرده یا فقط باید بر علت نادم باشه یا اصلا بر علت لازم نیست تیر رها کردن که اشکالی نداره تا زمانی اون طرف کشته نشه باید بر معلول فقط نادم باشه مثال و ارامی ادا با قبل الاصابه مثالش اینه که کسی بیاد چیه یه تیر رو پرتاب کنه قبل از این که به اون شخص برسه قال شیوخ یجب و ندم علل اصابه باز این شیوخ معتزله گفتن که واجب قبل از این که تیر به اون شخص برسه این توبه کنه و نادم از این فعل باشه لانها هیل قبیح زیرا قبل از اصابت هم اون قبیحه که این تیر رو رها کرده که به اون شخص برسه وقد صارت فی حکم الموجود وقتی شما تیر رو زدید دیگه اون در حکم چیه رسیدن به هدفه لوجو به حصول عند حصول سبب زیرا کشته شدن اون شخص و اصابه این تیر به اون شخص چیه لازمه بعد از این که شما تیر رو رها کردی یا یه نفر از پشت بام انداخته پایین این تو مسیر هنوز نیفتاده پایین و تو راهه آیا باید بر چی توبه کنه بر انداختن یا بر زمین خوردن اون یا بر هر دو و قال القاضی یجب علیه ندمان قاضی گفته که چی دو تا ندامت بر او واجبه احدهما علی الرمی لانه قبیحون یکی بر این تیر انداختن خودش قبیحه چرا تیر رو به طرف مردم پرتاب کردی و ثانی علی کونی مولدا للقبیح دوم اینکه تو داری مولد کشته شدن او میشوی و اون امر قبیحی اینم تولید کردی دیگه درسته که اون هنوز کشته نشده ولی تو تولید کرده ای این فعل تو یک فعل مولد قبیح و اینه که حاصلش کشته شدن شخصی می باشد و لا یجوز ان یندم على المعلول لان الندم على القبیح انما هو لقبحه نمیخواد بیاد بر کشته شدن اون ندامت حاصل بشه همین تیر پرتاب کردنش دو تا ندامت داره یکی این که تیر پرتاب کردن کار غلطیه دوم این که این مولد است یعنی سبب برای فعل قبیح اینش که الان انجام شد ولو اون طرف کشته نشده بعد این دو تا باید ندامت حاصل بشه و قال القاضی یجب علیه ندمان قاضی اومده گفته دو تا ندامت باید انجام بده ولی نه این که یکیش تیر پرتاب کردن یکی کشته شدن اون شخص خیر احد و همه علا رمش قبیحون آقا چرا تیر, پر تیر رو پرتاب کردی به طرف یک مؤمن خود این قبیح و ندامت داره دو از ثانی علا کونی مولدن للقبیح دوم دو که همین تیر پرتاب کردن تو مولد قبیح هم هست یعنی خودش یک فعل تولیدیه که سببش همینه که خلاصه سببیتش به کشته شدن کسی می انجامد نمیخواد برای کشته شدن او نادم بشی او هنوز واقع نشده اما این فعل تولیدی خودت ندامت داره لا یجوز ان یندم علی المعلول بر کشته شدن اون که ندامت نداره لان الندم علی القبیح انما قبحه چون ندامت بر قبیح به خاطر قبحشه و قبل وجودهی لا قبح و قبل از اینکه اون طرف کشته بشود چیه هنوز قبیح انجام نشده خب این هم باز از اون مطالبیه که را عرض کردیم انصافا از روی بیکاری و بیهودگی این آقایان معتزله یا اشاعره اومدن این حرفا رو مطرح کردن اینها وقت گیریه و ارزش بحث نداره قال و وجوب سقوط العقاب بها و واجب بودن سقوط عقاب به آن آیا این تجوری آیا سقوط عقاب میشه وجوبن یا تفضلن این چیه میفهمن فیه اشکالون ما اینم برامون مسلم نیست قبول نداریم محل اشکال میدونیم اقول المصنف رحمه الله مصنف رحمت الله علی استشکل وجوب سقوط العقاب به ها استش... اشکال فرموده است در این که چیه؟ سقوط عقاب وجوبی باشد و علم ان الناس اتفقوا على سقوط العقاب بالتوبه بدان که مردم همه متفقن که وقتی کسی توبه کرد دیگه عقاب ساقطه اما سخن در اینه که آیا وجوبا ساقته یا نه تفضلا و اختلاف فقالت المعتزله اختلاف کردن معتزله گفتن انه یجب سقوط العقاب بها کدن دیگه سقوط عقاب وجوبیه نمیشه که عقاب ساقط نشه و قالت المرجعه ان الله تعالی یتفضل علیه به اسقاط العقاب لا علا جهت الوجوب مرجع گفتن خدا بعد از توبه تفضلا اسقاط عقاب میکنه نه اینکه واجب باشه که عقاب ساقط بشه احتجت المعتزله به وجهین در اینجا معتزله دو وجه رو آوردن الاول انه لو لم یجب اسقاط العقاب لم یحسن تکلیف العاصی گفتن اگه قرار بود که اسقاط عقاب وجوبی نباشه خب دیگه چیه نیکو نخواهد بود که ما چیه آسی رو تکلیف کنیم و تالی باطل اجماعا فالمقدم مثلو ولی اینکه بگیم اصلا آسی مکلف به توبه نیست این امر قبیحی و امر باطلی اجماعا فل مقدم مثلو پس از اونجا که توبه واجبه و تکلیف خب اسقاط عقابش هم دیگه واجبه بیان و شرطی ان تکلیف انما یحسن للتعریض للنفع و به وجود العقاب قطعا لا یحصل الثواب گفتن که تکلیف همیشه در جایی که و نیکو بودنش و خوب در جایی که بگیم آ این تکلیف رو انجام بده به نفع میرسی ولی اگر بگیم تو توبه کن ولی شاید به نفع نرسی این چی تکلیفیه و به وجود العقاب قطعا لا یحصل وقتی که قطعا اقاب باشه ثوابی نیست وقتی هم میگیم توبه کن باز هم شاید اقاب باشه خب چه تکلیفیه دیگه این و به غیر لا یسقط قتل اقاب اقاب برای گناه ثابته بدون توبه هم که ساقت نمیشه فلا یب قال العاصی طریق الى اسقاط العقاب پس برای آسی راهی نمیماند جز این که عقلا بره توبه کنه و شرعا هم بره توبه کنه راه دومی نداره باز بگیم البته بازم عقابت باقی میمونه خب این تکلیف در اینجا دیگه نیکو نخواهد بود و یستحیل اجتماع و والعقاب و العقاب فیکون تکلیف و غبیحن. نمیشه بگیم که هم ثواب توبت باقی میمونه هم عقاب گناهت اینا که با هم دیگه جمع نمیشن از ثانی ان من اساء الى غيره واعتذر اليه بانواع الاعتذارات وعرف منه الاغلاء عن تلك الاساءه بالكليه فان الاغلاء يذمون المظلوم اذا ذم بعد ذلك گفته دلیل دوم اینه که حالا شما در نظر بگیر یه نفر اومد اساءه کرده به غیرش زده یه نفر کتکی زده بعد اومده میگه آقا ببخشید ما جبران میکنیم ما پشیمانیم ما اصلا خیلی اشتباه کردیم کارمون غلط بود و بدونیم واقعا هم این راست میگه و واقعا پشیمون شده دیگر هم نمیخواد طرف کتک بزنه بعد فئن العقلا عقلا مذمت میکنن مظلومی را که بگه نخه بد کاری کردی زدی اصلا چرا زدی میگه خب حالا که دیگه باید بپذیری دیگه پشیمون طرف بخوای مذمتش کنی این کار قبیحیه ول جواب عن الاول لا نسلم حصار سقوط الاقاف التوبه جواب از اولی که گفتی راه منحصر به توبه است میگیم نخیه راه منحصر به توبه نیست لجواز سقوطی بالعف چون ممکنه کسی گناه کرده عف خدا شاملش بشه او به زیادت, به زیادت ثواب یا اینکه اونقدر ثوابای زیاد باشه که این گناه رو بپوشونه بنابراین راه منحصر به توبه نیست لذا میشه بگیم حالا تو توبه کن شاید قبول نشد چون راه دیگه برای بازگشت و از بین رفتن اقاب هست سلمنا لاکن نه و عدم اجتماع الاستقاق حالا بگیم آقا اصلا راه منحصر به توبه است ولی کی گفته که دو تا استحقاق با هم یک جمع نمیشه چرا میشه اون عقابش بر گناه باقی بماند توبه ای هم که کرده عبادت جدیدی حاصل بشه و برایش ثواب داشته باشه باز هم این امر ممکنیه لان عقاب الفاسق عندنا منقطع چون ما میگیم چی میگیم اینجوری نیست که با هم دیگه جمع نشه چرا با هم دیگه جمع میشه فاسق به خاطر گناهش عذابش منقطع میشه بعد ثواب تو باشم میبره پس دلیل اول تو باطل بود و عن الثانی بالمنع من قبح الذم و استدلال دوم هم ما قبول نداریم چون میگیم کی گفته که اگر اومد و توبه کرد و گفت آقا ببخشید ببخشید ما مذمت حق نداریم بکنیم چرا بازم مذمتش میتونیم بکنیم سلمنا حالا برفر نتونیم مزمت کنیم لکن نمنع المساوات بین شاهد و قائب ولی بین شاهد و قائب ما فرق میذاریم بله اگر آمده در حضور شخص داره میگه آقا ببخشید ببخشید اونقدر میگه تا رازیش کنه بعد اون قبول نکنه زشته ولی اگر یه نفری قایبه اصلا حالا میگه آقا من خیلی پشیمونم واقعا کار بدی کردم اون طرف بازم مذمت کنه قایه به اشکال نداره حالا روز قیامت بشه بیاد و بگه و خدا قبول کنه چیزی ولی تا زمانی قیامت نشده و خدا نسبت به قبول این قایب حساب میشه بازم ما قبول نداریم مثال تو چیه؟ مثالیست که ربط به این بحث نداره وأما المرجعة فقد يحتج بأنه وصلى الله على محمد وآل الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد محمد اللهم صل على محمد وال محمد